با درود مجدد به شما به بینندگان عزیز کانال رنگین کمان به بخش دوم برنامه و گفتگوی من با یوسف اردلان در مورد در واقع بنیادگرایی، احتمال حضورش، رشدش، گسترشش در کردستان آری یا نه خوش آمدید. بسیاری بر این باوره از جمله من، شما، که کردستان سرزمینی نیست که نیروهای بنیادگرایی مذهبی بتوانند در آن شکل بگیرند. دلایل متفاوت تاریخی خودش رو داره که بخشش رو شما در صحبت نخست مطرح کردید. بخش دیگر به اون فرهنگی است که در این جامعه طی قرون شکل گرفته. روابط زن، مرد، نگاه به اصولاً به جهان، نوع جهان بینی و همچنین شکل‌گیری انواع رنگارنگی از تفکر سیاسی طی قرن گذشته. این یک طرف. یک طرف دیگر این که وقتی ما نگاه می‌کنیم به جوامع کردستانی در ترکیه، عراق و غیره و ایران، شما از غالب بودن فرهنگ عشایری در دوره‌هایی در این جوامع صحبت می‌کنید. به نظر میاد علی‌رغم کسانی که خب شاید در ایران باشن بخوان این رو نسبت بدن به جامعه کردستانی در ایران که معمولاً به عنوان ادبیات توهین استفاده می‌کنن، اما فرهنگ عشایری به معنای فرهنگ غالب در کردستان ایران نداریم. آیا تفاوتی ما بین این جامعه با دیگر جوامع کردستان که تحمیل شده این جدایی به اونها وجود داره و اون رو چگونه میبینید؟ با اصلا تشکر از فراهم کردن این بخش دوم. این موردی که شما میفرمایید کاملا درسته، یعنی مسئله عشایری بودن در 100 سال پیش تداومش در کردستان وجود داشته. واقعا خودش باعث دلایل مختلف داشته، یعنی جماعت هایی میتونستن در تعداد های چند هزار نفری در مراتع بسیار بسیار باربر در کناری سند و در کناری دجله و فرات و این سرزمین خوش آب و هوا هر منطقه برای خودون سال های سال منطقه رو داشتن. ولی خب شرایط دنیا این مسئله رو دیگه یواش یواش از این برده. در کردستان ایران هم تقریبا میشه گفت در 100 سال اخیر که بقایایش رو در زمان رضاشاه دیگه اونا هم انقدر ضعیف شده بودن که براحتی تونست این مقدار به قول معروف سرکوب بکنه، یکی از برنامه های رضاشاه سرکوب عشایر بود. اما همین الانش هم عده‌ای از اون تهمونده های اونی که اشعار مثل اشعار هرکی مثلا که اینا همیشه در واقع ابزار دست حکومت ها بودن، چه حکومت شاه چه حکومت جمهوری اسلامی. همین چند سال پیش بود عروسی برای یکی از خانه هم مثل که هرکی ها بود تو منطقه اشنویه، نهاری که داده بود مثل که 15,000 نفر بود که مثلا هدیه‌ای که بارزانی فرستاده بود برایش 3,000,000 دلار بود، بعضی از این رقم ها یا مثلا چند کیلو طلایی که هست، یکی دوتا رو بنان ابزار هنوز هست، اما به طور کلی سالهای ساله که اون فرهنگ عشیرتی و در واقع حاکمیت عشیرتی سیاسی دیگه نمیده. و در کنارش در کردستان ایران تقریبا دیگه میشه گفت و به موازاتش فرهنگ شهروندی شکل. مثلا شما وقتی به سنندج می نگرید، وقتی به مریوان می نگرید، به نهادهای مدنی که در این شهرها شکل می گیره، عملا به گفته مثلا حتی خانم برای یه لحظه اسمشون رو فراموش کردم، برنده نوبل جایزه حقوق بشر، خانم برای یک لحظه باید ببخشید آلزایمر پیری شما وقت به سر من برسید حتما متوجه خواهید شد. به هر حال خانم شیرین عبادی هم در همون جریان 1,000,000 امضا مطرح میکنن که
پایتخت مبارزات مدنی، یکی از پایتخت‌های عمده مبارزات مدنی در ایران کردستان، و ما شاهد نمونه‌های این نهادهای مدنی مثل مبارزه علیه کودکان کار در سنندج هستیم، مسئله برابر حقوقی جنسیتی در مریوان و سنندج هستیم، نهادسازی برای حفظ و پشتیبانی از محیط زیست، یعنی این اتفاقاتی که در این جامعه رخ میده، اون هم به دور از حضور سازمان‌های سیاسی. اگر این بهانه وجود داشت که سازمان‌های سیاسی با شعور سیاسیشون و غیره تونستن اینها رو به وجود بیارن، ارادی بوده، نه مردم به وجود آوردن اینها رو. و این به هر حال تفاوت‌هایی رو نشون میده که این جامعه چگونه رشد پیدا کرد. اما در کنار، ما در دوره شاهد بودیم که جمهوری اسلامی کمک میکرد به گروه‌های تروریستی که حتی نگاه اهل سنت بودن، نگاه همبسته با القاعده داشتن در خود کردستان، و مأموریت اینها این بود که در مقابل نیروهای سیاسی قرار بگیرن. از یک دوره فکر کنم اوائل اواسط 2000 بود، یعنی 2010 به بعد، که برخی از این نیروها از جمهوری اسلامی کنده میشن و صاحبان جدیدی پیدا میکنن در منطقه، صاحبانی که پول دارترن، پول بیشتر میدن، مثل سعودی. تا چقدر این نگاه رو پذیرا هستین؟ یا فکر میکنین میتونه این خبر و این گزارش میتونه درست باشه؟ به نظر من میتونه درست باشه. همینطوری که میگی که فرض کن آمریکا نمیاد یه فلان شیخ رو این کار بکنین، اون بیاد به طالبان کمک میکنه و در اون حالا چه چیزایی در اون بذری که کاشته، چه چیزایی بعدن رخ میده، حتی ثمرش رو میخواد، بقیهش همه اینا امکان پذیره. وقتی که میگم در کردستان زمینه بود برای رشد در واقع ادامه مبارزه، به این رو کسی ندید متاسفانه، نکته سر همینجاست. خود شورای شهری که قبول میکنن باشه که مردم شهر شهرشون رو بگردونن و کمیته های اسلامی در شهر سنندج منحل اعلام بشه، این در درست بهار 98 روز 4 اردیبهشت امضا شده، یعنی به فراموشی سپرده شده چون قدرتی نبود پشتش بگیره. و بعد از اون به برکت همین مسئله در واقع فضای سکولار هست که همین مبارزات مدنی میتونه رنگ رو پیدا بکنه، میتونه رشد پیدا بکنه، مسئله زن رو میتونه رشد پیدا بکنه و گسترش. همین که من باسم اون فضای خالی رو حتما باید بگم، بعد از اینکه عرض کردم فضای سیاسی یعنی رشد مبارزات ملی با تکفیر اسلام مواجه شده ولی خودش رشد کرد، این از ابتدا حتی اشعر اشاعری میتونست خودشو لباس ملی تنش بکنه که کارش نمیگرفت، ولی یواش یواش میبینیم در بعد جنگ دوم اون اعتباری که ارتش سرخ داشت، فاشیسم شکست داده بود، آنچنان بازتابی در جهان داد که در گوشه اون در مسئله در مهاباد و مسئله جمهوری مهاباد اینا پیش میاد و میشه یک جنبشی که در واقع نقطه ختامیه بر حرکات عشایری که لباس و کلی تنشو میکردن و دیگه یک مبارزه مدنی حزبی شروع میشه. و از اون به بعد دیگه هیچ وقت شاهد هیچ نوع به اصطلاح یاغیگری عشایری به نام ملی بودن نیستیم، علارغم تمام عقب افتادگیش. بعد این مسئله که همینطوری هست که فضای در نتیجه فضای شهری رو میشه گفت سکولاره. من خوب به خاطر دارم در مدرسه بودیم در دبیرستان، ما در 24 5 نفری که در کلاس ششم بودیم 4 یا 5 نفر اون هم پنهان از دیگران روزه و نماز می گرفتن، یعنی مورد مسخره دیگران قرار می گرفتن. و این مسئله وقتی که اونجا قبول شدم دانشگاه اومدم گفتم حالا این دانشگاه چیه، رفتم اونجا دیدم یه همکلاسم یه کتاب گنده دستشه، اون گفتم اون چیه، گفتم پاتح جنان.
هیچوقت نشنیده بودم اسمش و اون تعجب میکرد که من مفاتیح رو نمیشناسم و من تعجب میکردم که دانشجوی رشته ریاضی علوم دانشگاه تهران مفاتیح میخونه. این نکته خیلی خب ولی ببین این جامعه ای که ما میشناختیم، شما میشناختیم، جامعه ای که امروز وجود داره، فکر کنم تفاوتی کرده. 38 سال یک حکومت مکتبی با تمام دستگاه‌های عریض و طویل پروپاگاندای خودش، با تمام خصم و خشم و سیاست گزینی‌های تبعیض‌آمیز خودش عمل کرده. این جامعه حال میرسیم به کردستان 2017 میلادی در ایران. آیا این کردستان 2017 در نبود حتی اون احزاب سیاسی که خب سالها بودن و حضور داشتن، حضورشون با همه تناقضات ولی معرفتی رو برای جامعه می آورد و می بینیم که الان هم رژیم داره تبلیغ میکنه، چپ و راست داره گروه های متفاوت سلفی رو دستگیر میکنه، حالا این گروه ها کیا باشن خدا داند. آیا امکان رشد بنیادگرایی، سلفیسم، جهادگردی در کردستان امروز می رود یا نه؟ و اگر در مناطق این امکان وجود دارد دلایل آن چیست؟ فقر فقط؟ نه، مسئله رشد سلفیسم همطوری که اشاره کردم، وقتی این در واقع این ابزار چه ابزاری مؤثریه در مقابله با حرکت چپ و مترقی در جامعه، اینا ازش استفاده میکنن و بهش کمک میکنن و حالا همینطور بهشون کمک میکنن و میشناسنشون، هر وقتم دلشون خواست میگیرنشون و میگن اینا سلفی هستن. بهرحال از آزادی بیشتری از هر کس دیگه برخورد. بیگمان تمام این در واقع بروزات اجازه داده شده اینا همش مسجد رو دارن. گفتم با سوپرمارکت داره، خب فردا روز و یه روز به سوپرمارکت رو میگیر، مثل همون جریان آش نزدیه دیگه، همه اون هستش. به شما عرض کنم و این که بگیم که نخیر، اینا که اتافته جدا بافته نیستن، مردمانی هستن مثل همه جاهای دیگه. مگه خود دمان ترکیه که چند سال این حاکمیت به قول خودشون سکولار، حتی سکولار نظامی رو داشت، میبینیم که جوری میره زیر دست اردوغان، میره زیر دست این بنیادگرایی اسلامی، چجوری میشه گفت در کردستان هم امکان نداره؟ بله، با این شیوه که اگه بره و واقعا مبارزات خیلی سخت و سهمگین انقلابی و چپ پیش نره که دائما مشغولن، من مثلا عدم حضور فیزیکی اعصاب رو در کردستان میشه دید، ولی واقعا حضور دارن، یعنی تداوم حرکت سیاسی در کردستان که نمودهاشو در خود مبارزات مدنی نشون میده، این خودش نشون دهنده تداوم مبارزه سیاسی متاسفانه حضوری نیستش، ولی از اون طرف تمام امکانات رو بله به این سلفی ها به اینا میدن که بتونن و در مقابله با شما فکرشو بکنین، هزار دف که اونم زن هزار دف میاد، یعنی تمام این به اصلاح تکیه ها رو آباد کردن، پول میدن، خب سر این چیز هزار نفر در همون قصر خسرو آباد سنندج افطار میخورن اینا، بله نمیدونم در عوض این که بدونن که فرض کن پیر شهریار اورامان چی هست، جعلی یه چیزی برای درست میکنه، فردا پس فردا سلطن امامزادش هم میکنن، یعنی میگن این فرزند علی ابن پلان کسه که اسمش هم شهریاره، مثل همون امامزاد بیژن، این هم امامزاد شهریار میشه مثلا. بعد خب مثل یه امامزاد سیروس هم داریم، ما نمیتونم امامزاد، نه یه چیزای دیگه هم هستن قلقلی و یه چیزای دیگه هم هست. خب بله تمام اینا، بله باستابش عقب افتادگی، باستابش نکبت و این رو متاسفانه میشه این چیزه. اما به اصطلاح وقتی انگشت تقصیر اگر بخوام انگشتی رو اشاره به جایی بکنیم،
حکومت جمهوری اسلامی با بنیادگرا است، نه اون مبارزه‌ای که تا الانش هم هنوز شکوفاست. هنوزم وقتی که دیروز میبینم باز هم یکی دیگه از محکومین اعدام از سنندج آزاد شد و رفتن این جنبش رو راه افتاده و نمونه شده تو کردستان، از دهانسر بگیر تا سنندج تاوی میرن، سعی میکنن که شاید چیز کوچیکی باشه ولی سعی میکنن که نه نگاه بکنن به چجوری اعدامش میکنن، بلکه قبل از اون جمع میشن برن بلکه آزادش بکنن و به اصطلاح اون اولو به طبع صاحب دم و شادی مقتول و تمام این همه نکته است و همه خوبه. کاکی سفید، شاید به عنوان آخرین پرسش یا پیش آخرین پرسش باشه، وقتی به ادبیات دادخواهانه حتی بنیادگرایان نگاه میکنیم میبینیم این ادبیات با دو جریان هم زبانی داره، هم با حکومت در یک زمینه های هم زبانه، به دلیل اینکه هر دو نگاه سلفی دارن، هر دو نگاه بنیادگرایانه دارن به اسلام، از اسلام برمیآیند و هر دو نگاه امت پذیر و خلافت، حالا اون به نام ولایت فقیه و غیره، هر دو این نگاه رو دارن. اما یک ادبیات مشترک هم با دادخواهان سکولار دارن، وقتی صحبت از تبعیض میکنن، وقتی صحبت از حتی تو ادبیات صحبت از قوم برتر یا ملت برتر فارس میکنن و غیره. هرچند که من معتقدم که نوع نگاه بسیار متفاوته اونجایی که داره تعریف سیاسی جریان سکولار مطرح میکنه، ولی خود این اشتراک چگونه به وجود میاد؟ یعنی به اینها آیا هیبت مستقل میده از هر دو سوی این جریان؟ چیه؟ موضوع چیست؟ نه فقط در کردستان، شما در بلوچستان هم میبینید، در نقاط دیگر هم شاهدش هست. البته این بنظر میاد که ظاهر قضیه این هست، همچین مهم نیست براشون، بلکه نقطه اشتراک دیگری با حکومت دارن، اونم ضد چپ بودن و ضد سکولار بودن. یعنی ممکنه که اینا اون ادبیات استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو جایگزین بکنن، با هم برای مبارزه کردن با همین نیروی مترقی چپ و سکولار، این اساسشونه و این پیوندشون باز هم میده به حکومت و این یگانگی رو با اونها داره. در این زمینه مثلا یه وقت بود، آخه اینم شد بهانه، در واقع این یه سرپوشه، یه بهانه بی‌مزه هست، مدتی بود نمیدونم فلان نماینده مجلس ششم ها داد بیداد، چرا 1,000,000 سنی در تهران هست و مسجد ندارن مثلا. فقط یه سوال کوچولو، مگه اینا رفتن تهران نماز بخونن که مسئله شما بشه مسجد دارن یا نه؟ مثلا عمیق‌تر از اونه، مثلا چرا رفتن تهران؟ نکته سر همینه. اگر بخوام صحبت بکنم، حالا ممکنه مسجد داشته باشه یا نداشته باشه، اون یه مسئله است، بله اونم میتونه یه مسئله باشه، اما خیلی حقیرانه است، خیلی پایینه، چیپه. مسئله اساسی تر از اونه، اونی که رفته تهران، رفته نمیدونم آجرپزی، میره کارخونه جوجه کشی، با اون همه خودمون میدونیم چقدر تهوع آور و چقدر رنج آور کار کردن تو اینا و میره این کارهای بدوی بسیار بسیار سخت رو میکنه، نرفته نماز بخونه. محصول ویرانی روستاش بوده، وقتی ویرانی بیکاری در روستاش، نرفته اونجا نماز بخونه. نکته اینی که میخوان برای در واقع این نکته ها و برای به بیراه بردن اصل قضیه است که اینجور چیزا رو مطرح میکنن. نهاد فرهنگی هم ندارن، البته چون مثلا به مسجد کسی اعتراضی نداره که چرا مثلا ندارن. کانون فرهنگی خودشون رو ندارن، خب برای اون نرفتن، نرفتن چون نماز بخونن، نرفتن شما ما میبینیم که طی 14 دهه گذشته با انکشاف یک حکومت اسلامی در ایران برای نخستین بار به طور مستقیم و مشخص، اینکه هر آنچه در گذشته بود تقاضا برای حکومت بود یا حتی نوع پاکستانیش، اما هرگز به طور مستقیم یک حکومت اسلامی
یک قدرت سیاسی رو اینجوری به دست نگرفته بود، آن هم به قول شما یک کشور بسیار قدر قدرت در منطقه با ثروت بیکران. از این تاریخ به این سو ما با ابزار شدن اسلامیستا در منطقه مواجه است که بیشتر کشت و کشتار هم نسبت به هم دیگه انجام میدن. شعار بر علیه امپریالیسم آمریکا داده میشه اما قرار همدیگر رو بکشن. خب نشون میده که ابزار سازی است، ابزار هستن. شما جریان بنیادگرایی رو در کل منطقه و در ایران چه نمره‌ای بهش میدین؟ تا چقدر امکان گستردگی اون رو میبینید؟ میتونه متفاوت باشه ایران و منطقه اصلا. تا چقدر امکان نزج بیشتر اونها و گستردگی اونها رو میبینید؟ اینجا رو میشه اگه نظر خود من که حالا فکر میکنم با بن‌بست رسیدن داعش، یعنی تقریبا میشه گفت آرین دیگه اوجیه، گمان نکنم اوجی بالاتر از نماد اسلامی به صورت داعش دیگه از این بالاتر، مگه فرض کن تو ایران در نظر بگیریم علاوه بر تمام کارهایی که داعش میکنه اسید پاشی هم داره که داعش بدن نداره، این ایران هم اینو داره، این آخرشه. و این به اصطلاح بیرون فرستادن در این بحران خودش رو، یعنی این بنیادگرای خودش رو به بیرون مثل عراق و سوریه منتقل کردن، این هم داره به بن‌بست میرسه این کاری که تو ایران بکنه. اما متاسفانه قضیه اینه که در جهت مقابلش، در واقع در جهت تودهش، به خاطر همین زهراگین کردن فضای عمومی، زهراگین کردن تفکر عمومی جامعه، تقابلش یه مقدار فرض کنیم صرفاً با برداشتن یک حجاب این توقعات اینقدر اومده پایین، یا احیاناً فرض کن یک مثلا جلسات مثلا عیش و نوش مثلا، یا اجازه خوردن مشروب مثلا، حداقل هایی از آزادی فردی دیگه، این حداقل هایی که وقتی به هدف تبدیل بشه خطرناک. یعنی کسی دیگه صحبت از آزادی پایه‌ای نکنه دیگه نیستش، تبدیل میشه به یک آزادی خواهی لومپنی که متاسفانه فرهنگش رو هم در عموم میبینیم. چه فکر میکنی که جمهوری اسلامی داره این رو سازماندهی میده؟ سازماندهی نمیده، نه عکسش متاسفانه وقتی که این رنگ سیاسی معین پیش رو نمیگیره به طرف دیگش، یعنی به طرف یک نوع فرهنگ لومپنی میشکنه، میتونه سوق داده بشه، که سوق داده میشه که اون خطرناکه، اون هم خطرناکه. که امیدوارم در واقع این تمام این مسائلی که روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه برای کسایی که مبارزه میکنن، یعنی اگه مشکلات نبود مبارزه اصلا معنا نداشت. خب سپاسگزار از اینکه در این برنامه حضور داشتید. خواهش میکنم، متشکرم عزیز. امیدوارم در برنامه دیگه در یک میزه گرد به راهکارها و نگاه‌های راهبردی برای برون شد از این شرایط این گونه ای ما بتونیم با هم داشته باشیم، با دیگر دوستان و نیروهای فکری و سازمانی، و ببینیم چه میشود کرد. این پرسش چه باید کرد پرسش فقط کتابت لنینی نیست که پرسش همه انسان ها در وجود نداره. خب همراه با آقای یوسف اردلان برای شما بینندگان عزیز بهترین آرزوها رو دارم. شب و روزتان خوش.